سلام. خیلی از شما فکر میکنید خدا رو دوست دارید و با توجه به نعمتهایی که خدا بهتون داده تعبیر و تفسیر میکنید خدا هم شما رو دوست داره. منم یه زمانی فکر میکردم خدا رو در منتها درجهش دوست دارم و نشانه های واقعی هم از این دوست داشتن از خداوند دریافت میکردم. اما از اونجایی که مشیت الهی بر این قرار داره هر کس هر آنچه که بخواهد به او بدهد، بنابراین حتی در درجه ای از ایمان اگر کسی توقف بخواهد خدا به او میدهد. من یک خواسته همیشگی از خدا داشتم و اون این بوده که کمال واقعی پیدا کنم و تصور این که کمال پیدا کنم رو نداشته باشم. ما باید بدونیم دوستی با خدا باید در چارچوبی باشه که خدا تعریف میکنه، وگرنه ما دچار رضایت‌های ذهنی میشیم، خودمون رو توجیه میکنیم. رعایت خدا سخته، بله. دوستی با خدا شیرینه، بله. این شیرینی و سختی چطور هست؟ مثل همون ورزشی که یه نفر انجام میده، هم سختی داره هم شیرینی داره. حتی اگر نفر اول نشه، حتی اگر مدال نگیره، درسته از این که مدال نگرفته ناراحته، اما از کل ورزشی که کرده ناراحت نیست. مثل اون کسی هست که درس میخونه، شاگرد اول نمیشه، اما از این که لذتهای کشف علمی رو خودش تجربه کرده، حالا کشف منظور این نیستش که آدم مثل نیوتن بشه، کشفی که خودش میکنه، دریافتایی که خودش میکنه، این لذت داره. به نظر من واقعی ترین چیز ایمانه. هیچی واقعی تر از ایمان وجود نداره. اگه کسی فکر میکنه انتظاییه، برای اون انتظاییه، چون نرسیده هنوز. ما میتونیم فکر کنیم این زندگی زندگی واقعیه و همینو دریافت میکنیم، اما اگر ایمان به خدا رو بخوایم، توکل به اون میکنیم، سختی هاشم میتونیم تحمل کنیم. خیلی چیزها هست که شما تو این مسیر خودتون بهش میرسید. نه من میتونم به شما بگم، نه هیچ کس دیگه. فقط من میتونم چیزهایی رو به شما انتقال بدم. همونطور که قرآن که کلام خداست، وقتی کافرها، مشرکها، ظالمها، منافقا میخونن، میتونن تعبیر و تفسیر کنن همچنان که میکنن. آیه میارن، دست ببرید، سر ببرید، فلان کنید، بیسار کنید. اینا نسبتی با اسلام ندارن. آیا آقای رضایی سر بریدن و نمیدونم فلان کردن تو قرآن نیست؟ من از شما سوال میکنم، شما تو هیچ شرایطی، تو هیچ شرایطی هیچ کاری نمیکنید که خشونت آمیز باشه؟ همین الان که مثلا اعتقادیم به چیزهای خشونت آمیزی که تو قرآن وجود داره ندارید، پس چی داره میگی؟ شیطان میاد ما رو وسوسه میکنه، میاد میگه آقای رضایی تو می ایمانت میرسه حضرت ابراهیم بشی فرزند تو سر ببری؟ پاسخ خداوند همونی هست که به حضرت داوود گفت، من طاعت فردا رو از تو نخواستم که تو روزی فردا رو از من میخوای، من کار حضرت ابراهیم رو از تو خواستم. من خواستم تعادل داشته باشی در زندگیت، خواستم ظلم نکنی، ظلم آشکار نکنی، خواستم نماز بخونی، خواستم عبادت من کنی، خواستم در دلت
از کسی جز من نترسی. چرا داره خودتو با حضرت ابراهیم در آزمایش سختش مقایسه میکنی؟ حضرت ابراهیم هر روز میامد میان مردم یه چند دقیقه ای رو عبادت میکرد. اینو رو یاد بگیر، روند رو یاد بگیر. چرا اون برهه ها رو میاری؟ این شیطانه که وسوسه میکنه. مطمئن باشید اگر در راه حضرت ابراهیم قرار بگیرید، از آزمایش هایی که حضرت ابراهیم ازش سربلند بیرون اومد، سربلند بیرون میاید. موفق باشید.